دستگاه سرکوب آخوندی همواره بر دو پای سوار است. اول دروغ پراکنی و جنگ روانی، سپس کشتار و تروریسم. خمینی از همان روزی که به سر کار آمد برای سرکوب مجاهدین از حربه بهتان و برچسب استفاده کرد. التقاطی خواندن مجاهدین و آتش زدن خرمنهای کشاورزان از جمله همین تهمت‌های رذیلانه بود. ادعا می‌کنند که ما طرفداریم، طرفدار خلق هستیم، لکن میرند خرمنهای اونها را آتش می‌زنند، خانه‌های اونها را خراب می‌کنند. دشخیمان خمینی مجاهدین را شکنجه می‌کردند و بعد مدعی می‌شدند که مجاهدین خودشان را شکنجه می‌کنند. به همه اینها باید اتهام سرقت اموال مردم و بالاخره جاسوسی برای شوروی، آمریکا، عراق و اسرائیل و سایر کشورها را هم اضافه کرد. بعد از استقرار نظام ولایت فقیه، مجاهدین به مدت 2.5 سال تلاش کردند تا در جریان یک مبارزه سیاسی و افشاگرانه به دفاع از آزادی‌های برآمده از انقلاب ضد سلطنتی بپردازند. مجاهدین برای افشای دجالیت خمینی بیش از 50 شهید و هزاران زندانی سیاسی تقدیم کردند و از سوی ارتجاع حاکم آماج شدیدترین سرکوب و رذیلانه‌ترین اتهامات قرار گرفتند. در روز 30 خرداد سال 1360، تظاهرات مسالمت‌آمیز نیم میلیونی مردم در تهران به فرمان مستقیم خمینی به گلوله بسته شد. به این ترتیب خمینی تمام راه‌های مسالمت را به روی مردم ایران بست و مجاهدین را در مقابل یک دوراهی قرار داد: تسلیم یا مقاومت. خمینی برای سرکوب مجاهدین به اعدام‌های وحشیانه رو آورد و علاوه بر شیطان سازی و تهمت‌های دروغ به مجاهدین، شکنجه و موج کشتار در خیابان‌ها و زندان‌ها هم به شکل فزاینده‌ای شدت گرفت. رژیم همه تلاش خود را می‌کرد تا مقاومت مسلحانه مشروع مجاهدین را کشتن مردم عادی و جنایت جلوه دهد و حتی اقدام به چند بمب‌گذاری در شهرهای مختلف ایران کرد، مثل بمب‌گذاری در فروشگاه کوروش، در خیابان ولیعصر تهران و حرم امام رضا تا آن را به مجاهدین نسبت بدهد. نظام آخوندی از همان ابتدای دهه 60 مأمورین و مزدوران خود را در پوشش اصناف مختلف به کار می‌گمارد تا علیه مجاهدین جاسوسی کنند. واحدهای عملیاتی مجاهدین در همان سالها در پیشبرد مبارزه علیه رژیم، پس از شناسایی مزدوران و پاسداران و اطمینان از عضویت آنها در نهادهای جنایتکار، آنها را مجازات می‌کردند.